به با دوری دوباره و وحشتی در دل از اینکه آیا این برنامه رو بتونیم به سرانجام خوب برسونیم یا نه، برنامه رو آغاز میکنیم. به هر حال چاره ای نیست، ما مشکلات عدیده داریم. یکیش اینه که بارها توضیح دادم برای دوستان که ما به خاطر اینکه در طول هفته، افروز هفته و 24 ساعت شبانه روز از این کامپیوترهای زبون مرده، نمیدونم بی زبون در حقیقت کار میکشیم و کار ویدیو میکشیم، این پروسسورها همجور باید با سرعت سرسام‌آور بچرخن و بتونن این تصاویر رو پشت سر هم بچینن و تحویل شما بدن. حالا اون بغل یه زور دیگه هم بهش میاریم، بهش میگیم حالا همین کاری که داری انجام میدی، حالا اینا رو ضمن اینکه این کار رو داری انجام میدی ببر اون و توی مخزن دیگه هم برای ما اینا رو ذخیره کن، ضبطش کن برامون. این بدبخت باید بره اونا رو اونجا دوباره دونه دونه و بعد پردازش کنه به قول فارسی زبانان و این رو در حقیقت کد و این کد کنه دیگه، یه دو سری به صورت کد درشون بیاره، بعد اینا رو ببره اونجا دیکد کنه. خلاصه مکافاتی که خودش زبون خودش بلده و بعد آخر سر دوباره ازش بخوایم که حالا همه این کارهایی که داری انجام دی ضمن این کارهایی که داری انجام دی قربون سر را اینا رو هم شوت کن به سرور، برای سرور هم بفرست که سرور بتونه پاسخگوی سایت باشه. بدبخت شبانه روز داره این کار انجام میده، مگه چه کامپیوتریه؟ مگه ما مثلا میریم چه کامپیوتری رو ما سفارش میدیم؟ ما بنده بضاعت رو میریم یه کامپیوتر خوب میخریم با پروسسور خوب، نمیم عالی ترین مدلی که در بازار i7 نمیم اینتل باشد، i7 باشد، دوال کور باشد، همه اینا رو داشته باشه و بعد وقت بریم یه علنگ و دلنگ هم بهش اضافه میکنیم که این را آقا حالا بیا یه کاردی اضافه کنیم بهش که HD قبول کنه، بعد فرض کنید که HDMI ورودی خروجی بگیره به خودش، دوباره یه کارت دیگه به اون مادر مورد اضافه میکنیم، بعد یه ویدیو کارد اکسترا باید بهش اضافه کنیم، بعد یه کارت دیگه باید بهش اضافه کنیم که اینا رو به صورت کامپوزیت هم قبول بکنه. خب این بیچاره خسته میشه، یعنی میمیره دیگه، ضعیف میشه میمیره، داره نفسهای آخرش رو میزنه و این هم هیچ راهی نیست مگر اینکه دستمون به خزانه غیب وصل باشه و کمک دائمی باشه، جاری ساری باشه. یه دقیقه یکی $10 میده، دو ماه نمیده، یه ماه میده، سه ماه نمیده، اینا این خیلی مکافاته و بی خودکی هم هست. چرا بی خودکیه؟ برای اینکه آدم ها رو نگاه میکنی میبینی که یه آدمی برات ایمیل زده، چقدر خوشحال میشی که بالاخره یکی اومد یه دیالوگی رو برقرار کرد، بیان دو طرفه، بعد پاسخ بهش میدیم میرید شرق برمیگرده میخوره تو پیشونی و صورته. چیه؟ آقا ایمیل قلابیه، از ایمیل هایی یه بار مصرفیه، یه بار ساختهش بعدم قطعش کرده رفته. روزی چند تا از اینا داریم. بعدم دیدی این مصاحبه‌ای که الان پخش کردم برات، ایرج مصداقی با این بلندیان، یکی این جنایتکارا، دیدی چه راحت از روی جنایت گذر میکرد، چجور راحت همه رو گناه و گردن آمریکا مینداخت. برای میگو آقا چرا یارو تو زندان ادام کردی؟ میگو آمریکا جنایت میکن. چند تا ایمیله، من با آقای رئیسی امروز گفتگو میکنیم مثل هر سه‌شنبه، خوشحالیم از حضورش در برنامه و ایشون هم پذیرفتن که خوب کاریه که ما این ایمیل ها رو میخونیم و بالاخره مردم هم آشنا میشن با ماجرا و بدونن که ما هیچ چیزی رو پنهان نداریم از جایی.
هر چی که هست همینی که هست، ولی نکنید این کارا. ایمیل هایی یه طرف ننویسید، چرا به شخصیتی آخه، چقدر دونی، چقدر پلیدی، چقدر زشتی، چقدر کثیفی. Is it delivery to the following recipient failed permanently. برای اینکه ایمیلش قلابی. Google tried to deliver our message but it was rejected by the server of the recipient domain yahoo.com. یه اصلا این یه ایمیل قلابی تو یاهو درست کرده یه دفعه رفت. بعدم نوشته اسم خودشو گوشته اهریمن ستیز. حالا خوشحالم که این وکبیلری اهریمن اقلا جا افتاده کار میکنه، این خوبه. بعدم دستور فرموده که بخوان. نادان، تو که نام تیوی خودت را میهن گذاشته ای، چرا هیچ واکنشی به کار رضای پهلوی نشان نمیدهی؟ نادان کل پوک دو به هم زن، نام زیبای میهن را آلوده مکن. تو تنها میخواهی خودت را نشان دهی و سری از سرها در بیاری، آن پرچم را آلوده مکن. خب این آقای نامه رو نوشته اهریمن، ما هم خوشحال جواب دادیم که بزرگوار، چه واکنشی باید نشون میدادم. اما جهت اطلاع به عرضت برسونم، هم آقایان روحانی، رئیسی، مصداقی، شاهین‌پر همه راجع به این موضوع نظرشون رو بیان داشتن. شاید مقصد شما این است که همسو با نظر شما نیست. حالا اصلا نظر خود شما چی است؟ خب میتونی بیان کنی، منم پخش خواهم کرد. شاد و سربلند باشی. این حس قلایی بوده، این دروغی یا ایمیل دروغی فقط فوشه رفته؟ و من مطمئنم حرفش این بوده که نظرش با نظر ما همسو نبوده، هیچ چی دیگه توش نبود. اما ایمیل بعدی است که طبیعتا روی سخنش با آقای رئیسیه. این ماجرای امروز اتفاق افتاده که رئیس جمهور فیلیپین آقای اوباما را حرامزاده خطاب کرده، به خاطر اینکه اوباما گفته که این کشتارهای بیرویه تحت بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کار درستی نیست. نمیتونی آدم ها رو تو خیابون هر چی میگیری بکشی، اکی داره راه میره بکشی به جرم اینکه این یارون من مواد مخدر مصرف میکنه، میکشه، میفروشه، فرای اینجوری که کار پیش نمیره. یه سریالی الان توی نتفلیکس هست به نام نارکوس، راجب اون اسم چی، اون قاچاقچی کولومبیایی که پاولو کوربادوس، اسمش یادم رفت، از بیماری های خودمونم مثل کامپیوترمون شده. بخش دومش هم در اومده و همون بحثم اونجا اون موقع بوده، زارن هم از عصر ریگان که اون ماجرای گروه های که در جنگل بودن، فاکر بود اسمش، که در جنگل می جنگیدند و اینها، و بعد داستان قاچاقچیان و ماجرای سوموزا و همه اینا رو ما تو سالهای 80 و 90 شاهدش بودیم، تا دوره کلینتون همین داستان ها ادامه داد. کوردوباز، آقای پابلو کوردوباز که این یه قاچاقچیه، بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در کولومبیا بود، که یه دوره هم سعی کرد رئیس جمهور بشه و از جانب سوسیالیستا هم اتفاقا این کاندید بود، برای اینکه پول تخص میکرد بین فقرا، خیلی کارهای اینطوری میکرد ظاهرا. ولی خب کشتار اینجوری که داستان رو حل نمیکنه که. الان بگذاریم، این آقا می نویسد که این دوست ما آقای حسین از اسکاندیناوی نوشته است، چند وقتی که میخواستم بپرسم که دوست عزیز من آقای رئیسی ما را درباره درگیری ها و ناهنجاری های ترکیه مانند جریان کودتا بلا تکلیف گذاشت و موندیم سردرگم که اردوغان خود کودتا را راه انداخته و در نظر داشته و دارد که با دستکاری در قانون اساسی ترکیه
فاتحی برای سکولاریسم ترکیه بخواند و قبای سلطانی را بپوشد، یا اینکه نه، چون در مصاحبه هفته بعد صحبت از دخالت غرب در کودتا و تلاش در براندازی ایشان و مقایسه با وضعیت پادشاهی ایران سخنرانده شد و از کمک اطلاعاتی روسا اردوغان توانست از معرکه سالم به در رود. خلاصه کدام یکی از نظریه ها درسته؟ چگونه ممکنه که اگه غرب در آن جریان دخالت داشته، دولت اردوغان توانسته ظرف 1 تا 2 روز اون همه مخالف رو شناسایی کنه و اون همه تصحیح و پاکسازی را بیاندازه؟ خواستم این تناقض‌ها شکفته شود که واقعا چه گذشت. ممنون از آقای رئیسی. اما مسئله دیگه جریان کشتار سال 67 است که در دور پنجم بازجویی از فرزند شادروان منتظری و مصاحبه‌ای که با تلویزیون دور داشت، صحبت از هیئت حقیقت یاب شد که تحتوی قضیه را در بیاورد، در صورتی که رژیم مسئله را هم در مجلس قبرگان، هم مجلس خودش و هم توسط افرادی از دولت روحانی اعتراف کردند. حال این کمیته یا هیئت چه چیزی را می‌خواهد اثبات کند؟ تازه حکم خمینی هم با آن هیئت مرگ هم موجود است. پس هم فرمانده و هم فرمانبران و اجرا کنندگان مشخصن و این مسئله بود داره و فکر میکنم تلاش رژیم این است که موضوع را لوس کنند و میشود حکایت دیگر هیئت ها که هیچ ضامن اجرایی نخواهد داشت. رژیم که نمیاد خودزنی بکنه، این هیئت چگونه باید باشه که این امر را اجرا کنه؟ یقیناً نباید از درون رژیم باشه، چون اگر عام شود که مس گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. خلاصه عام بر ما مشتبه نشود و ایران آفریقای جنوبی نیست که خوشباوران دم از کمیته حقیقت یاب میزنند و امیدوارند که خیری تو این عام باشه. نه، رژیم تلاشش در خونسا کردن و هرچه کم خطر کردن قضیه برای موجودیت خودش بکنه. یادون باشه که اینا همه مکارند و وقی. در ضمن میخواستم که ازتون خواهش کنم که این نوشته را با نام حسین از اسکاندیناوی مطرح کنید. خواهان به کار بردن نام کامل نیستم. سپاسگزارم. با احترام، حسین از اسکاندیناوی. خب شما خود نوشتی حسین از اسکاندیناوی دیگه. من دیگه بقیهش رو چجوری کش کنم؟ حسین جان، به هر حال اینها فکر میکنم که میتونه یک موضوع صحبت باشه. بریم پیش آقای رئیسی سلامی بکنیم، تشکر بکنیم از اینکه مهر میکنه و هر هفته فعلا این زحمت رو قبول کرده و وقتش رو در اختیار ما گذاشته تا از تجربه و دانشش استفاده کنه. یاد باشه که آقای رئیسی بالاخره یه مردی است، یه انسانی است که از یه مسیر طولانی گذر کرده. خودش داستان خودش رو از زبان خودش بارها تعریف کرده. یاد این بوده از منطقه خوزستان میاد، وارد شرکت نفت میشه. بالاخره اون مردمان اون منطقه همهشون یه جوری ارثی خانوادگی همه در شرکت نفت بودن. شغل دیگه‌ای که نبوده، یا باید فعلگی میکردی یا بایستی که میرفتی به شرکت نفت، یا اینکه ملاک بودی و زمیندار بودی دیگه. شق دیگه‌ای که نبوده در اون منطقه. و غالبا آدمایی که قدر خوش‌ذوق بودن، میتونستن که فکر کنن، خوکاراتر بودن، میرفتن وارد جذب شرکت نفت میشدن، مدارج رو طی میکردن. آقای رئیسی هم از جمله اون شخصیت هاست که بخیر از یه خانواده نفتی میاد و بعد هم در آخرین پستش هم در پالایشگاه تهران بالاخره به یه صاحب مقام بوده، ولی ضمناً دل در گروه محرومین و ستم دیدگان داشته و به حال با اون افکار گرفتار زندان و داغ و درفش میشه. بعد هم ماجراشو در جمهوری اسلامی تعریف کرد. من یادمه که یکی از اون اولین جلسه هایی که با آقای رئیس صحبت کردیم، ازش خواهش کردیم داستان دستگیریشو که به وسیله همین سینماگر ما آقای مخملباف اتفاق افتاد، که آقای رئیس تعریف میکرد که تو خیابون فروسی همراه مادرش میرفت که این مرکی با موتورش رسید و اسباب دردسر شدن تعریف کرد.
بنابراین بعد از این تجربهش استفاده کنیم، بپرسیم ببینیم که اون امروز کجا ایستاده، چه میگوید و چه جوری به قضیه نگاه میکنه. آقای رئیسی، خواهش میکنم اگه ممکنه، این اوضاع احوال دنیا هم یه جوری آشفته بازار است. شما داری نگاه میکنی از این یارو رئیس مملکت فیلیپین که به اون میگه، اوباما رو حرامزاده خطاب میکنه که بهش گفته آقا قتل غارت رو اینجوری نکنید، اینجوری آدم ها رو نکشید، بهش گفته این حرامزاده اگه بیاد تو جلسه بخواد راجع این موضوع حرف بزنه، من هر چه دهنم در میاد فشقار مدبردن بهش میدم. بعدم اونم گفته آقا ما با این اصلا حرفی نمیزنیم، میریم با کره جنوبی حرف میزنیم. در برزیل رئیس جمهورشو بالاخره به جرم فساد کنار گذاشتن. اون معتقده که نیروهای دست چپی در حقیقت توطئه کردن علیهش. در ونزوئلای چاوز، بعد از چاوز هم این کسی که امروز مسئول خودش رو چپ میدونه دچار مشکل و موزل است. و از طرف دیگه نگاه میکنیم اونی که دموکرات های نو، ببخشید محافظه‌کاران نو، نیوکان ها در حقیقت، اینها هم دچار مشکل و موزل هست. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وضعیت آلمان، وضعیت پناهنده ها، همه اینا رو بخوایم با هم دیگه جمع بندی کنیم، میخوایم ببینیم که تصویری که شما از این صحنه به ما ارائه میکنی چه شکلی میشه. خوشحال میشم ابتدا راجع به این نامه و پاسخ در مورد این وضعیت اردوغان و اینکه بالاخره آخرین نتیجه گیری شما از این ماجرا چیست بگید و ما هم بشنویم. بفرمایید. خواهش میکنم. بله، با سلام و درود به بینندگان گرانقدرتون و همینطور به جناب عالی، از اینکه واقعا با کمترین امکانات ممکن شما دارین این همه کار انجام میدید، باید قدردانی بشه از شما. یعنی این رو از صمیم قلب میگم، در صورت تا اونجایی که میدونم حتی یه کامپیوتر درست حسابی هم نداری که بسیار بار کشش این مجموعه کارها رو داشته باشی و همیشه با مشکل روبرو بشی. خب، حق با شماست. من فکر میکنم جهان در حال تغییر، وقتی که ما در حال گذار هستیم، با جهان این گونه روبرو هستیم که یه قدرت هژمون به اصطلاح اون توانایی های لازم رو برای اعمال هژمونی نداره و قدرت نو هم اون ابزارهای و امکانات لازم رو نداره که قدرت کهنه رو به زیر بکشه و نظمی جدید رو بیاوره، ما با یه همچون وضعیتی روبرو میشیم تا جایی که به قول شما آب که سر بالا میره قورباغه میتونه ابو عطا بخونه. خب همه میدونیم که فیلیپین تقریبا میشه گفت اولین مستعمره آسیایی آمریکا بوده و نفوذ حیرت انگیزی به اصطلاح آمریکایی‌ها اونجا داشتن. الان کار به جایی رسیده که رئیس جمهورش خلاصه چنین تهدیدآمیز با آمریکا رفتار میکنه، برخورد میکنه و تحقیرآمیز حتی. یعنی خود همین حوادث سفر آقای اوباما به چین و اینکه خود آمریکایی‌ها معترفن و تقریبا هم شگفت زده شدن از برخورد تحقیرآمیز در فرودگاه با آقای اوباما، براشفتگی های زیادی رو ایجاد کرده. اینا همه نشانه های زوالی قدرته. چرا که وقتی که انسان یا یه دولتی با قدرت برخورد میکنه باید هزینه بپردازه و هزینه های سنگینی هم بپردازه، هر بی احترامی، هر برخورد ناجور، تهدید به قطع رابطه، تهدید به بایکوت اقتصادی، تهدید به برخورد نظامی و خیلی تهدیدهایی که در دست قدرتمندان هست. ولی
از نظر چین یا همین فیلیپین کار به جایی رسیده که به اصطلاح تهدیدات احتمالی یا اقدامات احتمالی و پاسخگویانه آمریکا چیزی در چنته نداره که انجام بده. لذا با به اصطلاح خیلی برخورد شدید میدونن هزینه پرداخت نمی کنن و این برخورد رو انجام میدن. الان تو این بحث سعی میکنم که این کانونهای قدرت رو برآمدن کانونهای قدرت رو و زوال قدرت های به اصطلاح مبتنی بر نولیبرالیزم اقتصادی رو در توان خودم بازتاب بدم. اما اون دوستی که به اصطلاح نامه ارسال کرده و در رابطه با مسئله کودتای ترکیه سخن گفته، من توی صحبتام یاد ندارم که گفته باشم که خود اردوغان این کودتا را سازمان داده. بیشتر تحلیل من بر این پایه بود که پس از نشست پیمان ورشو، پیمان ناتو در شهر در لهستان، یک مجموعه اقدامات علیه روسیه رو تدارک دیدم. با همانا مثل تجهیز نیروهای راست افراطی در لهستان، در لیتوانی، لتونی، استونی، اوکراین برای بی‌ثبات کردن روسیه، حالا از اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری تا در صورت اقدامات جنجالی تا یک تصویر بسیار خشن، یعنی روسیه رو وادار به عکس العمل کنن اقداماتی، و بعد در رسانه ها یک تصویر بسیار بسیار خطرناک رو از روسیه ارائه بدن که خوشبختانه به اصطلاح نامه هفته پیش شما این امکان رو برای من فراهم کرد که با جزئیات، آمار، ارقام، تعداد تانک‌ها، تعداد توپ‌ها، موشک‌ها، هواپیماها، زیر دریایی‌ها و تمام این ظرفیت‌های پیمان ناتو رو در مقایسه با امکانات روسیه جلوی چشم شنوندگان قرار بدم تا ببینید تصویر کدوم واقعی تره، کدوم تهاجمی است، کی داره تهاجم میکنه، کی داره دفاع میکنه از موجودیت خودش و بقای خودش. و قطعا ترکیه برای اهمیت بسیار بسیار بالایی است در این معادلات تعرضی ناتو هم به قفقاز، هم به آسیای میانه، هم به چین، هم به خاورمیانه. این موقعیت رو بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای ترکیه فراهم شد که متاسفانه ایران در موقعیتی قرار نداشت علاوه ظرفیت های اقتصادی که بتونه حضور گسترده‌ای بعد از فروپاشی شوروی در این مناطق همجوار با خودش دست بیاره، ولی ترکیه تونست سطح مبادلات اقتصادی خودش رو به طور گسترده در این کشورها که تحت عنوان ترک زبان هم به اصطلاح یک همبستگی با ترکیه ایجاد میکردن وجود اومد. یعنی ترکیه به واقع توانایی بی ثبات کردن و ایجاد آشوب و رشد تروریسم رو در میان تاتارها داره، میان چچنها داره، میان ازبکها، میان قرقیزها، میان تمام این بسیار اقلیتها در این مجموعه جغرافیایی داره. این به اعتبار این که از همون سالهای اولیه با داشتن یک استراتژی به اصطلاح پانترکیستی در این راستا حرکت کرد و از خلأ و ضعف ناشی از فروپاشی شوروی هم بهره گرفت
و تونست به موازات رشد و نفوذ اقتصادی خودش توی مناطق حضور سیاسی فرهنگی و همینطور حضور امنیتی خودش به شدت گسترش بده و از دل این حضور امنیتی و تبلیغ پانترکیز مثل دسته های گوناگون تروریست های تمام عیار جنگجو رو به وجود آورد که الان واحد های ترکستانی در این پدیده داعش و سوریه یا مثل جنگجویان ترکستانی و چچنی تهاجمی ترین نیروی ممکن است تا نفوذ خودش تا سینکیانگ چین هم گسترش داد در میان ترکان ایغور و همینطور در میان ازبکای افغانستان تا جایی که به اصطلاح رهبر ازبک ها دوستان سالها بعد از مسائلی که در توافقاتی که در ترک افغانستان صورت گرفته بود ترکیه رفته بود و الان تازگی ها به دلیل تغییر سیاست ترکیه به افغانستان بازگشته تا حافظ منافع ترکیه در اونجا باشه. در صورت با توجه به اینها کشور بسیار مهمی هست برای توانایی بی ثبات کردن و آشوب رو داره و این خواست آمریکا هست، چون الان سیاست آمریکا به دلیل ضعفایی رو که برخواهم شمرد سیاست ثبات بخشی به خاورمیانه و حتی به اروپا نیست. این تصور که گویا آمریکایی‌ها عاشق و شیفته اروپایی‌ها هستند تصور نادرستی است، تصور غلطی است، چون الان با پدیده اقتصادی روبرو هستیم، با پدیده بانک‌ها، با پدیده سرمایه، با این پدیده خود رئیس جمهور آمریکا هم آلت دست این هاست، آلت دست این هاست. برای ما به سمتی میریم که مثلا ناتو ابزار توسعه طلبی این شرکت های فراملی هستن و یا ما به این سمت میریم که اینا مثلا به طرف حذف دولت برن و به طرف ایجاد ارتش های خصوصی. آغازش هم همین پدیده بلک واتر بود که مثلا در اولی ارتش خصوصی بود که با این آغاز تهاجم نو لیبرالیستی و نو کانی دوران بوش به خاورمیانه قدرت نمایی کرد. بیش از 50,000 نیروی نظامی بخش خصوصی وارد گود شد که جنایت های عجیبی هم کرده و هنوز در خاورمیانه حضور دارن و مقر دارن در قطر که به تربیت کادرهای تروریستی میپردازن برای بی ثبات کردن. به نظر ترکیه دارای این پتانسیل هست که میتونه با توجه به این مجموعه کارهایی رو که طی 20 سال بیشتر انجام داده یک نیروی آشوب افکن رو در اختیار خودش داشته باشه، چه در عراق، چه در سوریه، چه در روسیه، چه در به اصطلاح آسیای میانه، قفقاز و اینا. و این ابزار رو هم روسا میدونن خوبی، هم آمریکایی‌ها اطلاع کامل دارن. پس بنابراین این چرخش آقای اردوغان به طرف روسا درست همزمان با این نشست در لهستان و اقداماتی رو که تدارک دیده بود علیه روسا یک مورد کلیدی احساس کردن داره از بین میره، یعنی تو این بازی تعرض به روسیه به اصطلاح تغییر سیاست داره میده. با توجه به اینها به اصطلاح این کودتا رو سازمان دادن. حالا صحبت بر سر اینه، کودتای آمریکایی سازمان ترور فتح الله گولن چرا با شکست روبرو شد؟ کودتا رو کی سرکوب کرد؟ آیا خلق یا ملت سرکوب کرد؟ آیا تانک های ارتش سرکوب کردند؟ آیا اتحاد ملت ارتش اونا رو سرکوب کرد؟ و بینا چیزهایی است که به اصطلاح باید رصد بشه.
مردم یا ملت در این بازی ابزار مهم آقای اردوغان بوده که چه در دوران کودتا چه بعد از اون و به اتکا به مردم داره بازی داخلی و جهانیش رو سازمان میده. انگشت اتهام رو به طرف کودتاچی ها و حامیانش رو دراز کرده که شما بر علیه ملت ترک کودتا کرده، چرا که هم در انتخابات من انتخاب کردن، هم شما داشتین یک دولت قانونی که از حمایت مردم در کودتا هم نشون دادن که از حمایت مردم برخوردار هستند، این دولت شما بر علیه او قیام کردید. اونایی که اعتبار ارتش رو مد نظر دارن نقش ارتش رو برجسته، نیروهای دیگه در مرکز اون حزب وطن قرار داره که این نظر رو میگه دقتهایی رو روی عمل مشترک دولت ملت تاکید میکنه ولی به اهمیت نقش تعیین کننده ارتش تاکید. در صورت آمریکایی ها در وضعیتی قرار گرفتن که نمیگن کودتا نشده ولی تمام تلاششون این است که بگن ما پشت این کودتا نبودیم و حمایت نکردیم و یا اصلا اطلاع نداشتیم، اگر اطلاع داشتیم به شما میگفتیم. برای دولت اردوغان هم این حرف قابل قبول نیست، چرا که به اصطلاح مدارک زیادی داره به خصوص بعد از کودتا به دست آورده از طریق بازجویی ها که بسیاری از این افراد فعال در کودتا و یا ژنرال ها به که مسافرت کردن به آمریکا با آقای فتح‌الله گلن ملاقات داشتن. در صورت این مسئله رو من فکر میکنم آغاز جنگ یا آغاز ستیز بین آمریکا و ترکیه از سال 2003 شروع میشه، آغاز اختلاف اونجایی که آمریکایی‌ها میخوان از پایگاه انجرلی برای حمله به عراق استفاده بکنن و برای اولین بار در تاریخ ناتو ترک‌ها مخالفت میکنن و بعد وقتی که نیات حمله به عراق آشکارتر میشه که با نقشه پنتاگون این رسمیت پیدا میکنه، نقشه کشیده بودن یا اظهار نظرهای به اصطلاح کردن سران درجه یک به اصطلاح نوکان ها که خواهان تغییر نقشه خاورمیانه هستند و در صورت از دل این تغییر نقشه خاورمیانه کردستان بزرگ به مثابه یک دولت تشکیل قرار بشه، اینجا زنگ خطر کامل رو بین برای ترکیه به صدا در آورد، چون حساس ترین مسئله ای که ترکیه نسبت به اون عکس العمل نشون میده شکل‌گیری یک دولت کردی در منطقه است به شدت، چون در صورت ترکیه رو فراموش نکنیم بخش اعظم کردها در ترکیه هستند، به لحاظ کمی تخمین زده میشه بین 20 تا 25 میلیون کرد است در ترکیه، یعنی بالاترین تعداد کردها در ترکیه هستند و جغرافیای بسیار حساسی هم در دست اون است. با اعتبار به اینکه جنگ آینده در خاورمیانه جنگ نفت نیست بلکه جنگ آب هست که قطعا اینجوری خواهد بود، اون موقع سرچشمه های اصلی فرات دجله و فرات از کوههای کردستان ترکیه است که وارد خاک سوریه میشه، میاد عراق و میره از طریق اروندرود به خلیج فارس و اتفاقا بسیاری از فعل انفعالات رو اسرائیلی ها دقیقا در رابطه با مسئله آب انجام میدن. بسیاری از این کارهایی که در خاورمیانه میکنن برای آب هست که خودشون بیان کردن. اسرائیل بدون نفت خاورمیانه میتونه زندگی کنه، اینو گفتن، ولی بدون آب خاورمیانه امکان حیات نداره. در صورت نفت رو از یه جایی میگیرن، نفت رو از آمریکا میگیرن، نفت رو از روسیه میتونن بخرن، ولی
آب رو یه سادگی دیگه نیست. و همین دلیل اسرائیل تمام جنگ هایی که مستقیم انجام داده برای آب بوده. تصرف بلندی های گولان و اینکه با تمام قدرت نمیخواد اونجا رو پس بده برای که منابع آب شیرین قابل توجهی دریاچه های آب شیرین در بلندی های گولان هست که به صورت دریاچه بخش زیرین خودش رو آبیاری میکنه. جنگ اردن دقیقا به خاطر آب بود. جنگ مزارت میخوام لبنان پیشروی ارتش اسرائیل تا رودخانه لیتانی و توقف در اون منطقه به خاطر تسلط بر رودخانه لیتانی بود. که بعد جنگی که در صورت در جنوب صورت گرفت در جنوب لبنان یه جنگ کاملا عادلانه برای سرزمینشون بود، چون اسرائیل تحت عنوان یاوه‌گویی های در رابطه با مسئله تروریسم و این بهانه های عجیب بجز برای گسترش طلبی و تسلط بر آب خاورمیانه چیزی دیگه نداره. اتفاقا اسرائیلی ها سرمایه گذاری کرده بودن شدیدن با ترکیه که بتونن بهره بگیرن از طریق لوله کشی آب مسیر الزامی به طور الزامی از خاک سوریه میگذره به طرف اسرائیل. و به همین دلیل از دهه 60-70 ترک ها بر روی سرچشمه های آب دجله و فرات که از کوههای به اصطلاح کردستان ترکیه شروع میشه صدهای عظیم کردن، میشه 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن که گلوگاه به اصطلاح سوریه و عراق در دست ترکیه قرار گرفت. هر وقت بخوان میتونن تقریبا آب این کشورها رو با مخاطرات جدی روبرو بکنن در شرایط بروز جنگ تمام عیار با سوریه یا عراق. پس این اقدامات ما در این رابطه میتونیم ببینیم. حالا یک مرتبه آمریکای مداخله جویی میاد تمام این پروژه ها رو به هم میزنه. اگه برگردیم به تاریخ کردستان به اصطلاح ترکیه، ژنوسایدی که در اونجا ترکا میکنن، قوم کشی گسترده، کوش دادن های اجباری، همه اینها که به اصطلاح مناطق حساس و از نظر ترکیه از وجود کردها پاک کنند در یک دوره با حمایت ناتو هم اون موقع بود در زمان اس شوروی و اون دوران، کاملا میبینیم که یک استراتژی برای کنترل آب داره. و متاسفانه وقتی که مسئله آب رو من میبینم در کشور خودم با حکومتی بقایت نابخرد که اهمیت استراتژیک آب رو اصلا درک نمیکنه و فهم نمیکنه و فساد و مافیای آب درست کردن و تمام منابع زیرزمینی آب رو نابود کردن، رودخانه ها رو نابود کردن، همه چی رو، اصلا باورم نمیشه که اینا کوچکترین به اصطلاح علقه ایرانی داشته باشن. میگه میشه آخه حیاتی ترین ماده در یه جایی که کمبارانه و بعدش هم تمام دعوای آینده خاورمیانه روی این مسئله است، تو این گونه نابخردانه این منبع عظیم رو حیاتی رو نابود کنیم. خب با توجه به این توضیحات، پس بنابراین ما متاسفانه ایرانی ها خیلی همون این گونه هستیم که مثلا فکر میکنیم که حالا آمریکا با فرانسه خیلی خوب هست، متحدن در ناتو، هیچ دعوایی با هم ندارن، هیچ اختلافی با هم ندارن، یا آلمانیا با آمریکایا یا ترکا با آمریکایا. ما پشت پرده ها را سعی نمی کنیم درک کنیم تضادهای درون پدیده را که واحد و یکسان و یا ارگانیک به نظر میاد نمیتونیم بفهمیم که همینطور که عضو ناتو هست پروبلم های بسیار زیادی با آمریکا داره. آمریکا خواهان هژمونی مطلق هست. چرا کودتا رو را میدازه؟ یه دولت های سوپر دست نشانده به وجود بیاره که
به اصطلاح کوچکی ترین اظهار وجود از طرف اون دولت نشه. یعنی اولا هیچ تفاوتی از دیدگاه آمریکایی نکنه که یه ژنرال آمریکایی اونجا حکومت میکنه یا یک ترک، دوتاش عملکردش یکسان از نظر اونا باید باشه. اگر احساس کنه، همین در مورد شاه خود ما هم، به مجردی که شاه به طرف یک سیاست مستقلانه حرکت کرد در زمینه سیاست گذاری، در سیاست خارجی، در مورد نفت، در مورد مسائل مختلف، برای آمریکایا آزار دهنده بود و شاه تصور میکرد که یک متحد استراتژیک. آمریکایا متحد استراتژیک نمیخوان، حتی آلمان، حتی فرانسه، یک نوکر استراتژیک میخوان. و همین دلیل شگفت آور نیست که برای من به اصطلاح چیکار بکنه، آمریکایا کاخ الیزه را شنود کنه، یعنی تو جزئیات بدونن و تصمیماتی رو که دولت فرانسه از زاویه منافع ملی خودش باید در سکرت، در حالت کاملا پنهانی بگیره، اونا مطلب بشن و به هم بزنن. همونطور که به تازگی اسرار زیردریایی بسیار رابردی فرانسه جزئیاتش در استرالیا افشا شد و این ضربه سنگینی به امنیت ملی فرانسه و به اقتصاد فرانسه، چرا که سه کشور در رقابت شدید روی مسئله ساختن زیردریایی ها هستن، یکی آلمان ها هستن، یکی فرانسوی ها هستن، یکی هم ژاپنی ها هستن. و یه مرتبه تو روزنامه استرالیایی یه قرارداد 35 میلیاردی با استرالیا بسته بودن که این زیر 25 تا یا چند تا زیردریایی به استرالیا بفروشن و چی میگن سلاح‌های اون را قرار بود آمریکایی‌ها روی نصب کنه. یک مرتبه این اسناد ریخته میشه بیرون و کلا رو هوا قرار میگیره همه چی. پس بنابراین ما دعواهای اینها رو از درون نمیبینیم. یا ظاهرا انگلستان جزء اتحادیه اروپاست، فکرم به کسی نمیکنه که دعوای فراوانی بین انگلیس و اتحادیه اروپا است، یا اینکه مردم انگلیس به اصطلاح مسئله شون یه جایی میرسه که به شدت از این نوع لیبرالیزم اقتصادی و این مرزهای باز احساس میکنم کلاه بزرگی رو سرشون رفته. و مسئله هویت، چون برای ما ایرانی ها مسئله هویت زیاد مطرح نیست متاسفانه و نمیتونیم درک کنیم که در این رای گیری در انگلستان به قول هابرماس، اندیشمند بزرگ آلمانی، یک شهروند محترم جهان و فیلسوف بزرگ که اون رو مارکس زنده می نامن، خیلی قشنگی مثلا رو فرموله کرد که پوپولیسم بر کاپیتالیسم پیروز شد در انگلستان. و یا توضیح میده که منافع ملی آسیب دید، چون البته اینجا منافع ملی هم باید تعریف کنیم، بانکداری انگلیس آسیب میبینه توی این جدایی، بازار اروپا رو از دست میده، خیلی چیزی رو از دست میده. این رو با منافع ملی تعریف میکنه، میگه در انگلستان جنگ بین هویت ملی و منافع ملی آغاز شد و بالاخره مردم انگلستان علی رغم ضررهای احتمالی هم که میکنن و خواهند کرد، هویت ملی رو بر منافع ملی ترجیح دادن. یعنی یه جایی میرسه تو باید از یکی از این ارزشات دفاع کنی، هویت ملی رو برتر بدانیم. و الاخر همین قدیده الان در یونانه، تحقیری که یونانی رو میکنن با اون عظمت تاریخیشون، یه ملتی باستانی با اون غرور ملی، با اون هویت ملی، اینا هویتش رو بانکداران اروپایی، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول، هویت اینا رو زیر فشار قرار داده و اینا رو له میکنه، تحقیر کرده، به زندگی بسیار سگانه رو برای مردم اونجا رقم زده، بیکاری انبو، سقوط پول و به اصطلاح ناامنی اقتصادی، ناامنی مالی، ناامنی جانی برای یونانیا. من فکر نمی کنم این وضعیت حقارتبار و این سیاست ریاضتی که اروپایی ها، آلمان ها به خصوص، بانک مرکزی اروپا و بانک جهانی بینا تحمیل کرده بتونه دوام بیاره. الان به خاطر اینکه
هنوز اون قطب مخالف قد قوی نشده که اینها کاملا به طرف قطب مخالف برن. ولی اردوغان یه وضعیت ویژه‌ای داره، یک پاره سنگی است که به هر طرف بره توازن قوا رو به هم میزنه. مثل یک ترازو رو در نظر بگیرید، یک وزنه مثل حالت تعادل داره پیدا میکنه، یه وزنه 50 کیلویی روی 500 تن هم میتونی 50 کیلو بالانس رو به هم بزنن. ترکیه داره یه وضعیت اینجوری است و به همین دلیل هر دو طرف با احتیاط باش رفتار میکنن و اردوغان هم داره این موقعیت خودش درک کرده. اتفاقا امروز یه عکسی میدیدم، همین دسته کنفرانس جی 20 سال 2015 تو عکس نشون میده که به اصطلاح خانم مرکل با اردوغان داره در گوشی صحبت میکنن، میخندن و بعد اوباما باشون سه نفری. خلاصه پوتین تنها افتاده اونجا، پوتین هم عبوس ناراحت تنها. تو این کنفرانس اخیر عکس اتفاق افتاده، اوباما به شدت منظوی گوشه ای داره به اصطلاح ناظر بر گفتگوی اوباما پوتین هست که به اصطلاح اونا خیلی چیز هستن به این ناراحت. به این عکس رو اتفاقا هر کس کنار هم گذاشته از تیزهوشی این آدم نشد میگیره که تونسته این تغییرات یک ساله رو در یه عکس به موضوع نشون بده. در صورت پس بنابراین من با توضیحات این گونه خواستم توضیح بدم که در صورت آمریکایی ها دوست داشتن، علاقه مند هستن، مثلا دولت ترکیه یا دولت آلمان یا دولت فرانسه هم مثل لهستانیا باشه، مثل رومانیا باشه، یعنی هرچی دستور میده اجرا بکنن. چون این کشورها به شدت کشورهای ضعیفی هستن و احتیاج به حمایت مطلق آمریکا دارن. درسته که اونا نه، اونا به زاویه منافع ملی حرکت میکنن و با آمریکا یا متحدن یا فاصله میگیرن. هر جایی که ببینن منافع ملیشون از طریق نزدیکی با آمریکا خدشه‌دار میشه، طرف دیگه میرن. کار بارها کردن، بهترین کار رو دوگل، جنرال دوگل کرد وقتی که دیدن به اصطلاح امکان منافع فرانسه از طریق حضور در ناتو زیر سلطه آمریکا مطلقا رفتن و دستور آمریکا را اجرا کردن با منافع ملیش ناسازگاره، از ناتو اومد بیرون، از بخش نظامی اومد بیرون و همون موقع سفر کرد به شوروی و با روسا در دوران به اصطلاح برژنف خوشبش های بسیار کردند و از این طریق منافع فرانسه رو تعمیل کرد. یا ایتالیا یا عضو ناتو بودن ولی باز هم این کانال ها را با روسا زدن که خلاصه منجر به مرگ نخست وزیر ایتالیا شد، دست بریگاد های سرخ که دست نشانده کیزینجر بودن. الان دیگه اطلاعات کافی بیرون اومده که این سیاست گردش به طرف شوروی را از طرف نخست وزیر ایتالیا، آمریکایی‌ها از طریق ترور بریگادهای سرخ مجازاتش کردن. همین بلا را سر چیز در آوردن، نخست وزیر پاکستان ذوالفقار علی بوتو به کار کردن. همونطور که الان اسنادی به دست اومده که برای خود شاه ایران که متحد استراتژیک آمریکایی‌ها در خاورمیانه بود و به واقع بود، پیشرفته ترین سلاح‌ها رو بهش میدادن که حتی به ناتو هم نفروخته بودن، ولی همون موقع که این کار میکردن به اصطلاح نسبت به سیاست های نیمه استقلال طلبانه شاه توری توته و کودتا رو هم فراهم میکردن. ما تصورمون اینه که اونا عبدالدر دوست ما هستن، اونا اینجوری نیست. اونا میتونه شاه براشون یه متحد باشه در مقطعی و جایش در شرایط دیگه زمان بعدی میتونه خطرزا باشه براشون، مثلا سیاست های نفتی آمریکا برای هفت خواهران که در دست انگلو ساکسون ها بود سیاست خوبی تلقی نمیشه. حالا با توجه به این توضیحات، خب به قول میگن قدر علم استراتژی در عصر باستان
سانتوسوی چینی هم. ایشون معتقده که ترجیح اول در جنگ رو پیروزی بدون جنگ تعریف میکنه. یعنی اگر تو یه فرماندهی داشته باشی که بتونه با ارعاب، با فریب دادن دشمن، با این وسایل در صورت بتونه بر دشمن غلبه کنه بدونی که کسی رو بکشی، بدونی که جنگی درگیر بشه، این عالی ترین فرمانده است. ولی اگر کسی آمد در صورت همه کشته داد و فلان، درجهش میاره پایین. آمریکا فرمانده ارتش رو در اولین برخورد و بدون شلیک یه گلوله به اصطلاح اسارت داد. این تعرض با دستگیری گروهبان بازنشسته اوکتای بیلدیران آغاز شد. اون زمان هم به اصطلاح گفته شد اگر در مقابل این تعرض مقاومت نشه تا فرمانده ستاد ارتش کشیده میشه که کشیده شد. صدها ژنرال، دریادار، هزاران افسر بدون جنگ به اسارت درآمدن. همه از جمله فرماندهان دچار حیرت شدند، چرا که نمیدونستند در جنگی درگیرند. اونا با تکیه گفتمان دولت مبتنی بر حقوق اینا سعی میکردن بیگناهی خودشون رو بیان کنن، در حالی که قلعه از درون فتح شده بود و جنگ نه در زمینه غذایی که در زمینه جریان داشت که فقط سلاح‌ها صحبت میکردن، فقط اونهایی که به زندان افتادن نبودند. فرمانده ستاد ارتش نیز به اسارت درآمد. ارتش ترکیه در مقابل حمله ای که از جبهه حکومت شده بود قرار گرفته بود. فتح الله گولن یا فتح الله چیها اولین بار به اصطلاح نیرویشون رو اینجا نشون دادن. اینا همه سکولارا بودن، آمریکایی‌ها اوکی دادن و کمالیستا بودن، اینا همه نابود شدن. به قدر نیرومند بود که فرمانده ارتشی به اون بزرگی رو بدون جنگ به اسارت گرفتن. اینا آغاز نمی، این اردوغان نفهمه، نمیدونه که قبلا خود همین فتح الله گولن که ایشون اردوغان دستیار فتح الله گولن بود، آمریکایی‌ها چنین بلایی رو سر ارتش آوردن و عملا ارتش خل اصلاح کردن، همون خیانتی که آمریکایی‌ها به ارتش ایران کردن و خیانت کردن. یعنی ارتش رو دست بسته تحویل خمینی دادن و خمینی هم دست دلبازانه تمام فرماندهان رو روی همین مدرسه رفا کشت. نکشت، کی تسلیم کرد ارتش ایران رو؟ شاه؟ نه، هایزر با دستور از ناتو آمده بود ارتش ایران رو تسلیم خمینی کنه. من تعجب میکنم دوستانی که این سوالات میکنن به یه تحلیل رو میکنن، حتی تجربه خود انقلاب ایران رو درست بررسی نکردم و خیانت آمریکایی‌ها رو بررسی نکردم، که آدم تعجب میکنه ارتش به این بزرگی تجوری یک مرتبه تسلیم شد. خب با آمدن هایزر اتفاق افتاد. این چه نفوذی آمریکایی‌ها و ناتو در ارتش ایران داشتن که دیگه فرمانده کل قوام هیچ کاره بود. یک هفته بعد از آمدن هایزر تازه شاه از طریق رادیو مسکو فهمید که اینا آمدن و خیلی عجیب بود. همین بلا تو ترکیه اتفاق افتاد. آقا همین اتفاق افتاد، ترکیه ارتش رو دست بسته تسلیم اسلام گرایان مثل گلادیو فتولا چی ها دادن. خب و تو مرحله دوم اردوغان خودش تو بازی قبلی بوده در مورد تصفیه ارتش در ترکیه. تو در شد نگاه بکنه در جنگ آمریکا ترکیه به دنبال فرو ریختن دیوارهای زندان سیلیوری ابتکار عمل به دست ترکیه افتاد. در سال 2014 نیروهای جبهه ترکیه برای پاکسازی امین گولانیستا از درون نیروهای پلیس و قوه قضاییه به حرکت درآمدند و در 24 ژوئن 2015 ارتش و پلیس ترکیه آغاز به سرکوب پیکاکا کرد. مبارزه به اصطلاح با گولانی ها از اینجا شروع شد و اینا نبوده که یک شبه لیست همه رو داشت به در آوردن، نه، این جنگ از سال 2003 شروع شده. نه، کاملا طرفین لیست های همدیگر داشته، همونطور که لیست جزئیات طرفداران اردوغان و
حزبش و همه اینا دست فتحالله گلن بوده، طرف مقابل هم همین اطلاعات از طرف اون طرف داشته، کیا گلن هستن، چون یه زمانی همکار هم بودن. و همه دلیل این لیست یه شبه تهیه نشده به هیچ وجه، به هیچ وجه. در صورت تمام طرفداران چی میگن کردا یا پیکاکا هم، طرفداران سیاسیش، طرفداران فرهنگیش، در همه جا پنهان هم نیستن، علنی هن. به اصطلاح خیلی مشخص، شهردار فلانجا طرفدار پیکاکاست، شهردار فلان. حالا الان دمیرتاش عملا آشکار گفته، روشن و شفاف، هنوزم علنیه، هنوزم حرکت میکنه، گرچه محکوم به 5 سالش کردن. ایشون داره مده گفته پیکاکا یک سازمان تروریستی نیست، یعنی در حقیقت یک سازمان آزادی بخشی، گرچه جنگ مسلحانه میکنه، جنگ یعنی در داخل مرزهای ترکیه دیگه ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده. کوریدور آمریکا اسرائیل در شمال سوریه یه جبهه جنگ تبدیل شده بین آمریکا و چیز. چرا ترکا الان سراسیمه با تانک وارد اون منطقه شدن؟ چون نگرانی اونها یا تحلیل اونها این است که آمریکایی ها از طریق اسرائیلیا میخوان این کوریدور رو در دریای مدیترانه برای کردها باز کنن، آغازی باشه که اینا به دریای آزاد راه داشته باشن، آغازی است که بعدا این کوریدور رو باز کنن به عراق و از اونجا انکشاف بدن به ترکیه و ایران و کردستان بزرگ رو درست کنن. از نظر اون تحلیلگرها این نقشه آمریکا و اسرائیله و طبیعتا با منافع کاملا ترکیه در تضاد و بیانم میکنه و همین دلیل با آمریکا هم میگه یا کردا یا من، شما نمیتونید. آمریکا رو تو آنپاس قرار داده، بالاخره چیکار کنه؟ آلمان ها هم تو آنپاس قرار داده، یا من یا کردا. و این مسئله زدن اردوغان اتفاقا از آلمان کلیک خورد، از اون موقعی که به طور شگفت‌انگیز و عجیب و غیر قابل تصوری مسئله تحقیر اردوغان در مطبوعات آلمان شروع شد. هنوز جنگ آغاز نشده بود، برای خود ترکام، برای خود آلمان هم عجیب بود. و بعدش تصویب نامه که از پارلمان آلمان گذشت و کشتار ارامن رو به عنوان کشتار جنایت علیه بشریت معرفی کرد، اولین بار بود تو آلمان صورت میگیره. و گرچه آلمان همیشه متحد استراتژیک ترکیه بوده از جنگ جهانی اول، در مورد جنگ جهانی دوم هم اعلام بی‌طرفی کرد و اعلام بی‌طرفی حمایت گرایانه از آلمان هم داشته و توی سالها هم رابطه عالی بوده. پس بنابراین ما با این پدیده روبرو میشیم. ترکیه به اصطلاح از ابتدا اعلام کرد اتصال به اصطلاح کوریدور کرد به دریای مدیترانه رو در صورت لزوم با به کار بردن نیروی نظامی به هم میزنن. پس اینجا اعلام جنگ آشکار با آمریکاست، چون نقشه آمریکا و حتی ناتو، چون به طور قطع من میتونم بگم که آلمان ها پشت این سیاست هم و منافع آلمان هم که با منافع اسرائیل گره خورده، دقیقا ایجاد دولت کرد هست. و همیشه هم آلمان ها بیشترین کمک ها رو در این زمینه انجام دادن که این از ارسال اصله و کمک این برنامه و این نقشه متحقق بشه. علاوه بر اون همکاری باز روسیه رو برد. آمریکا به این حرکت ترکیه با بمبگذاری های انتحاری، وقتی به اصطلاح روسا هم خانه نیستن، یعنی تفاوت سیاست روسیه در خاورمیانه سیاستش حفظ مرز هاست، تغییر نقشه جغرافیایی خاورمیانه رو به سود منافع ملی و خودش نمیدانه. و این اون چیزی است که کشورهای خاورمیانه که مورد تهدید تجزیه هستند، من جمله ایران، من جمله ترکیه، من جمله عراق، من جمله سوریه، در درجه اول اینها مورد تهدید هستند، اینا را تقریبا به طرف روسا گرایش پیدا کردن. علت اینه، چیز عجیبی نیست. منافع اینا یعنی حفظ تمامیت ارضی کشوره. خودشون اینا رو چون میدونن، همه فهمیدن، هم عراقی ها میدونن، هم ایرانی ها میدونن، هم ترکیه میدونن، هم سوریه میدونن
که این نقشه اونا نقشه تغییر مرزها است. آمریکا برای اینکه رابطه رو با روسا خراب بکنه ترکیه رو، آمریکا آمد شروع کرد بمب گذاری کردن، چون اردوغان به طرف روسا رفته بود، در صورت عملیات انتحاری و این کارها را تشدید کردن. به دنبال اون هواپیمای روسا را دقیقا آگاهانه سرنگون کردن از درون همون خودشون، که البته داوودوغلو اون رو پذیرفت مسئولیتش رو، ولی من فکر میکنم همین ژنرال های طرفدار کودتا و قصد کودتا اول میخواستن که کاملا رابطه رو با روسیه قطع کنن، که در بی‌اعتمادی کامل قرار بدن، که رو به اصطلاح کارت اردوغان رو در بازی قدرت بین المللی منطقی و داخلی که پشتوان روسا سازش بگیرن. و این کارم فاز اول موفق شدن. قدرت عملیاتی آمریکا در جبهه داخلی، همینطور در توطئه ارگنکن به اصطلاح چی هست، دوبار شد. باز هم سازمان مسلح وابسته به گولند که شهرت داره، اونها در درون نیروی هوایی ترکیه نفوذ بسیار زیادی داشتند. با نامه طیب اردوغان به پوتین روشن شد که ترکیه در مسئله کریدور کرد به سمت همکاری با روسیه جهتگیری میکنه. ناچاره به دنبال این آمد برای تحکیم جبهه داخلی، تشکیلات فتولا گولند در درون ارتش میبایستی پاکسازی بشه تا این نزدیکی و یا رابطه بتونه گسترش پیدا بکنه. تحقیقات و بازجویی از مدت تا قبل شروع شده بود. نهایتا در اجلاس شورای عالی نظامی آنچه که قرار بود اتفاق بیفته، میبایست تصفیه صورت بگیره. برای جلوگیری از این تصفیه ها چی هست؟ اونا کودتا کردن، چون در صورت تصمیم گرفته بودن که این عناصر رو کنار بگذارن. آمریکا پیش از این دیگه نمیتونست صبر کنه. از افسران گولنیز به اصطلاح تشکیلاتش داشتن به نام فتو FETO یا دستگیر میشدن یا دست بازنشسته میشدن. از این جهت قبل از اینکه این تصمیم متحقق بشه که توان نظامی کودتا رو از بین میبرد، توان عملیاتی وسیع آمریکا هم در ترکیه در هم شکسته میشد، ترکیه آن آمدن به اقدام کردن. ترکیه جبهه داخلی خودش رو تحکیم کرد. در این شرایط بود که به دکمه کودتا فشار دادن. آمریکا روز 15 ژوئیه در ترکیه با ارزشترین موجودی خودش رو به سمت تصمیم نهایی پیش برد و به طرف آتش هل داد و اون گرانبهاترین امکانش همین جنرال ها بود که در صورت با آمریکا، با ناتو و با گولن بودن. اقدام به کودتا اوج ستیز ترکیه و آمریکا بود. شما ظاهر قضیه را زیاد چیز نکنید که گویا دوباره بایدن رفته یکی هم دارن همکاری میکنن. نه، اینا در یه سری جاها همکاری میکنن هنوزم، ولی به اصطلاح بنیادن مشکلات پیدا کردن با هم بدون تردید. همه اینها نتایج اینها پاکسازی ارتش به نیرویی که آمریکا یا 70 سال در درون ارتش ترکیه ایجاد کرده بودن، اهداف خودشون رو پیش بردن، ضربه کشنده وارد شد. همین حماقت رو به طرز احمقانه در ایران انجام دادن. یعنی از حضور نظامی آمریکا رو از زمان اشغال ایران توسط متفقین، اگر رصد کنیم، آمریکا، انگلیس، روس بیان، میبینیم که آمریکا به دلیل توانایی مالی که داشتن بهتر از سایرین بود و موقعیتشون و دست دلبازی هم میکردن، به تدریج آمدند و ارتش ایران رو گرفتن. گام به گام انگلیسی ها رو پس زدن. آخرین انگلیسی که در ارتش ایران بود جم بود، ارتش بود جم بود که رئیس ستاد بود، آمریکایی‌ها زیر آبش زدن. و از اون تاریخ دیگه، چون رقابت انگلیس و آمریکا تو ایران در زوایای گوناگون اقتصادی، نفت، ارتش، دولت، همینا با هم پیش می‌رفت، ای گام به گام انگلیسی‌ها رو پس می‌زدن و خودشون رو جایگزین می‌کنن. دیگه من فکر می‌کنم از دهه 50 تقریبا آمریکایی‌ها بر ارتش ایران مسلط شدن و از اونها
40,000 مستشار نظامی و غیر نظامی رو وارد ایران کردن و تقریبا میشه گفت کارت برنده آمریکا یا در ایران ارتش بود. و با حماقت باور نکردنی با این کار تونستن شاه را به زمین بزنن، چون اعلام با اومدن هایزر معلوم شد که این ارتش سرانش دیگه اعلام وفاداری با هایزر کردن نه با شاه، چون حتی به اطلاع شاه هم نرسونده بودن. و این کارت بزرگ رو کارت آمریکایی‌ها بود برای معامله با خمینی. خمینی هم فقط از ارتش میترسید، ولی خمینی ظاهرا زرنگتر از آمریکایی از آب درآمد. این سازش رو پذیرفت، همه چی رو پذیرفت. وقتی که مسلط شد این جواهرات آمریکایی رو گردن برید، تیرباران کرد و چنان رو وحشتی تو ارتش انداخت و چنان تصفیه های خونینی که دیگه این کارت از دست آمریکایی ها در رفت. همین حماقت رو هم توی مصر انجام دادن که با رفتن به پشت اسلامیستای اخوانی تقریبا ارتش مصر رو دشمن تمام عیار خودشون کردن. خب با توجه به توضیحات میبینیم که پس بازی توی ترکیه هم بی سادگی نیست، پیچیده است. وقتی کودتای خونی کار ایوب اردوغان میشه، خب فتولا گولان هم میتونه خودش پنهان کنه و این تا ادعایی است که به اصطلاح گولن میکنه و پکاکا که این کار خود اردوغان بوده. من فکر میکنم که نه، این کار صورت گرفته ولی به طرز وحشتناکی شرایط رو برای اردوغان و حزبش فراهم کرد که نیات رو که داشتن تصفیه ارتش، پلیس، قوه قضاییه، دانشگاه ها، روزنامه نگار ها، معلمین، همه اینا رو تو نقشه داشتن در یه پروسه دراز مدت تر و داشتن فقط از ارتش شروع میکردن که همین نشست تصمیم گیری مهمشون قرار بود بشه و یه سری جنرال ها رو کنار بگذارن. ولی این کودتا دست این رو باز کرد که کاملا سریع طرز گسترده در شرایط وضعیت اضطراری تصویه های گسترده خودش انجام بده و این کاری بود که اردوغان از فرصت سوء استفاده کرد. در صورت علی کودتا سخن گفتن این است. با توجه به اینها من فکر میکنم الان نگرانی غرب، الان آلمان ها عقب نشینی کردن در رابطه با اردوغان، تهدیدهایی که کرده بود. بزرگترین کارت تهدیدش هم این است که کمپلت به طرف روسا میرم، این بزرگترین کارتشه. و غرب وحشت داره از اینکه ترکیه کاملا به طرف روسا بره، توازن استراتژیک در خاورمیانه کاملا به نفع روسا تغییر خواهد کرد. اون موقع دیگه میتونیم صحبت از محور ایران، ترکیه، به اصطلاح آنکارا و مسکو بکنیم و توی این مدار هم سوریه و عراق قطعا میپیونده. وضعیت لبنان کاملا به نفع ائتلاف به اصطلاح برتری کامل پیدا میکنه و بعد این نفوذ گسترش پیدا میکنه به یمن و کلی از کشورها. مسئله افغانستان هم به نفع این ائتلاف تمام میشه کامل و اوضاع کاملا دگرگون میشه. یعنی وزنه ایست ترکیه که اگر به طرف روسا بره و اینم داره از همین کار برای باجگیری از آمریکایی‌ها استفاده میکنه. اونم ما در شرایطی قرار گرفتیم که به اصطلاح بازیگران دیگه قدرت که یکیش فرض کنه اتحادیه اروپا هست زیر ضربات سنگین و مستمر قرار گرفته. یعنی اون وزن و پتانسیل و جایگاهی که برای اتحادیه اروپا قائل بودن، قائل می شدن که به عنوان یک قطب اقتصادی و از طریق اون صحبت از ناتوی اروپایی، یعنی ارتش ویژه اروپایی داشته باشن که در مسائل بین الملل نبتونن از منافع اروپا و در رأسش آلمان و فرانسه به خصوص چکار بکنن، منافع خودشون رو پیش ببرن. اولا الان ما با پدیده به نام بی ثباتی
یا پدیده به نام فروپاشی اتحادیه اروپا صحبت کنه. الان دیگه این پدیده فروپاشی اتحادیه اروپا از زبان سیاستمداران و یا شخصیت های رادیکال چپ که یک بدبینی ذاتی نسبت به سرمایه‌داری و امپریالیست دارن گفته نمیشه، بلکه اتفاقا از طرف سیاستمداران راست اروپایی و یا سیاستمداران چپ متعارفی مثل جرمی کوربن بیان میشه که آخرین چیزش گفته عمر ناتو به پایان رسیده و علت وجودیش معلوم نیست چی است و باید منحل بشه، و یا خانم مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه بار دیگه از نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا حمایت کرده و گفته انتخاب کلینتون منجر به بروز درگیری های جهانی، جنگ های زیاد و بی‌ثباتی زیاد میشه و این با منافع ملی فرانسه به اصطلاح سازگاری نداره. و حتی مارین لوپن در صدد برگزاری همه پرسی خروج فرانسه از اتحادیه اروپا است. الان فرانسه که نقش کلیدی و محوری رو داشته، آلمان ها زیر سایه فرانسوی ها تونستن به این پدیده اتحادیه اروپا شکل بدن، الان در یک همچون آدمی هم هست، در صورت نیروی زیاد داره در انتخابات محلی گذشته نیروی اول شد و خطر اینکه مثلا به رهبری برسه زیاده. رهبر حزب جبهه ملی فرانسه گفته در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خروج کشورش از اتحادیه اروپا رو به رفراندوم میگذاره. من فکر میکنم با توجه به این اوضاعی که من میبینم امکان داره رأی بیاره، چون در صورت این سیاست آمریکا باعث بی‌ثباتی اروپا شده، این داعش باعث بی‌ثباتی اروپا شده، و اتفاقا فکر نکنید که آمریکا منافعش در ثبات بخشیدن به اروپا است، اتفاقا نه، هرچه بی‌ثبات بشه دچار آشوب بشه، اینجا جنگ بانک هاست، جنگ اقتصادی است، جنگ کارتل هاست و اون چیزی میشه که میگم توی آمریکایی ها بانکداراشون میخوان بانک های اروپا رو بخورن، کوسه بزرگ با کوسه کوچیک بخوره تا بتونه بقا داشته باشه. اینجوری نیست که بیان عادلانه بین خودشون این پدیده رو چیز بکنن. در صورت ماری لوپن رهبر جبهه ملی اعلام کرد در صورتی که بتونه در انتخابات 2017 به پیروزی برسه، در راستای برگزاری همه پرسیه در خصوص خروج کشور از اتحادیه اروپا صحبت میکنه. ایشون در این زمینه در جمع همینانش گفت انگلیسی ها تصمیم گرفتن سرنوشت خودشون رو خودشون انتخاب بکنن و از اتحادیه اروپا جدا بشن. آنها مسیر استقلال رو انتخاب کردن، نه چیز، چون انگلیسی ها چرا این کار کردن؟ مسئله هویتشون چرا از بین میرفت؟ چون تو این بازی اتحادیه اروپا فقط آلمان ها برنده است، یعنی آلمان ها دو جنگ رو پیش بردن که تسلط پیدا کنن بر اروپا، شکست خوردن به لحاظ نظامی، ولی از لحاظ اقتصادی تونستن اون استراتژی رو پیش ببرن و الان مرکز ثقل مالی تکنولوژی که اتحادیه اروپا آلمان هست و به قول هابرماس به اصطلاح این اتحادیه اروپا مقایسه کرده انگلیس رو، میگه انگلیس خیلی چیزا رو باید از دست بده من جمله هویتش رو، ولی آلمان ها با هویت گذشته خودشون نمیتونن زندگی کنن، یعنی هویتی که برخواسته از دوران هیتلر است، دوران جنگ ها هست اینا، و به همین دلیل این هویت امروزین آلمان به اصطلاح که در این حال سرکرده اتحادیه اروپا است، عالی ترین شرایط برای آلمان ها فراهم میکنه، ولی برای فرانسوی ها یا انگلیسی ها اینا شرایط خوبی فراهم نمیکنه از لحاظ هویتی. در صورت توی فرانسه هم راست از این که میبینن فرانسه رهبر به اصطلاح انقلابا و بسیاری از افتخارات الان رفته زیر بلیت فرانسه آلمان، مرکز تصمیم گیری در مورد مسائل اصلی و مالی منطقه اروپا همش دست آلمان هاست، به نام رنج میبرن هر وقت به اصطلاح مشکلی دارن باید بیان با آلمان. من رهبر جبهه ملی گفته من درباره خروج فرانسه از اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار میکنم،
و ایشون در حالی این مطلب مطرح کرده که نتایج یک نظرسنجی به تازگی نشون میده که 55% فرانسوی ها از خروج کشورشون از اتحادیه اروپا استقبال نمیکنن، 45% پس میکنن، به این درصد ها نوسان داره، میتونه خیلی تغییر بکنه و میتونه به نفع این فضا حرکت بکنه، کاری ندارم. اما این کانون اروپا را که توضیح دادم که وضعیت جالبی نداره که به عنوان یک قدرت اقتصادی بحران هایی که توی بدهکاری هایی که توی ایتالیا هست وحشتناکه، یعنی وضعیت ایتالیا به صلاح بخواد اینجوری پیش بره و با این میکانیزم مالی که در اروپا هست عملا به دست نشانده آلمان تبدیل میشه، چون تنها کشوری که توان مالی به پرداخت بدهی های دولت ایتالیا هم طبق قوانین ایتالیا اروپا حق نداره این بدهی ها را دولت بپردازه و بانک ها را از ورشکستگی نجات بده، اونجا سرکارش دیگه با بانک مرکزی اروپا و طبیعتا بانک آلمان، بانک ملی آلمان میشه که همه را میبره. با توجه به اینها وضعیت اتحادیه اروپا اینگونه است. اما وضعیت خود آمریکایی هم چندان جالب نیست. عربستان سعودی مهمترین تامین کننده خارجی منابع 2 میلیارد دلاری بنیاد کلینتون شده. خانم کلینتون آلت دست شیوخ عرب شده. یعنی اون تصوری که ما از آمریکا داریم که اون وقتی که این 2 میلیارد میده این میاره رو کار، باید مجری اوامر پادشاه عربستان بشه دیگه. این همونطور که ما بارها و بارها دیدیم که به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا و اونایی که در کاخ سفید نشستن بر علیه منافع ملی خودشون به نفع منافع اسرائیل اقدام کردن، یعنی جاهایی میرسه که خیلی موارد مشخص بوده که جاهایی میرسه منافع آمریکا با منافع اسرائیل در این حادثه معین من جمله جنگ 73 در تضاد قرار میگیره و نیکسون در صورت شدیدن چیز میکنه و در جنگ 57 بین انگلیس و فرانسه و اسرائیل بر علیه ناصر و بر علیه مثلا مصر آمریکایی‌ها کاملا طرف این ور میگیرن و تهدید میکنن، یعنی خیلی جا. ولی الان به تدریج ما شاهد این هستیم که دیگه از آیزنهاورا خبری نیست، بلکه کاخ سفید نشینا و رئیس جمهور عملا به آلت دست سیاست مثلا لابی عرب و لابی یهود تبدیل شدن. در صورت این روزا نحوه عمل کرده بنیاد کلینتون و کمک های اعدای خارجی به این بنیاد در کنار ایمیل های خانم به یک چالش بزرگ تبدیل شده برای نامزد دموکرات ها. کمک های اعدایی به بنیاد کلینتون از سوی برخی از کشورهای جهان که در لیست سیاه حقوق بشر هم قرار دارن رو شده. بین سالهای 2009 تا 2013 خانم کلینتون پست وزیر امور خارجه رو داشته و در صورت این پولا رو به این بنیاد سرازیر کرده از طرف کشورها. گم شدن برخی ایمیل های شخصیش در ارتباط با این پدیده است. در صورت ما شاهد هستیم که بسیاری کشورهای حتی آفریقایی که بدنام هستن توی زمینه حقوق بشر به اصطلاح از کمک کنندگان به این خانم هستند. سلمان ابن حمد ولیعهد بحرین 32 میلیون دلار به این بنیاد کمک کرده و خود عربستان و اسناد در صورت نشون میده که 85 نفر از مجموع 154 نفر از اعدا کنندگان کمک خارجی ها هستن و این در صورت عجیب و غریبه و ما وارد این جزئیات هم نمیشم چون وقت محدوده. بخوام بگم که در صورت این وضعیتی است که دولت انگلستان، دولت آمریکا عملا به دست نشانده های چین تبدیل شده به اصطلاح دولت های عربی خاورمیانه. اما اگر جنگ یا رو در روی نظامی
بسیار بین آمریکا و روسیه است. یک مسابقه تسلیحاتی رو میبینیم، یک بسیار از سفارایی کاملا مشخص نظامی که سینه به سینه هم دارن میان جلو و کلا از قول روزنامه های آمریکایی حتی آقای اوباما خاورمیانه رو باخته. اما جنگ اصلی جنگ اقتصادی است که در عرصه چین به اصطلاح داره پیش میره و نقشه چین برای تسلط بر جهانه. آمریکایی‌ها یه ابزار مالی دارن به نام دلار که اینقدر بعد ازش استفاده کردن که داره این اهمیتش از دست میده. آمریکایی‌ها تنها ملتی در جهان هستن که برای سفر به دیگر کشورها و اینا به دو چیز احتیاج نداره، یکی زبان، یکی هم مثل پول، چون پولشون جهانیه، زبان انگلیسی هم جهانیه. اما ما میبینیم که وقتی در دهه 70 میلادی ایالات متحده پشتوان دلار رو برداشت که توضیح هم دادم قبلا که جنگ ویتنام، هزینه های سنگین، مخارج هنگفت و جنگ های آسیای جنوب شرقی، دیگه آمریکا نمیتونست با طلا که بزرگترین ذخایر طلای جهان رو داشت از این دلار حمایت کنه. علت این که این پشتوان را ضعیف کرد این است که هزینه جنگ دلار همینطور چاپ کرد تا هزینه جنگ رو تامین بکنه. در نتیجه اون حجم دلار در گردش جهانی با اون پشتوانه پول طلا به هم خورد. همین کاری که به اصطلاح تو جمهوری اسلامی هم میکنن، چون یک کسی که پول چاپ میکنه باید به اصطلاح اون پول پشتوانه داشته باشه تا بتونه ارزش خودش رو حفظ کنه. ولی اگر تو مثلا هزینه ها بره بالا، همونطور که هزینه ها در دوران جنگ رفت بالا، همونطور که هزینه ها در این 37 ساله همینطوری هزینه کاذب درست کردن، متول کردن، گسترش دادن دولت رو، یه دولت بسیار پرهزینه، بسیجی، سپاهی، ارتش، فلان، بیش از 1 میلیون نیروی نظامی و حقوق بگی، اینا همه هزینه گذاشته رو دولت. خب در نتیجه همپای اون تولید ناخالص ملی هم که رشد نکرده، همپای اون رشد اقتصادی هم نداشتیم و در نتیجه ارزش پول کشور سقوط میکنه، چون حجم پول در گردش ارتباط داره با تولید ناخالص ملی با فلان. آمریکا در مقیاس جهانی کاری کرده، همینطور هزینه هاش به خاطر ماجراجویی های گسترده در سطح جهان و همینطور اعزام نیروی نظامی به همه مناطق جهان، هزینه هاش به شدت بالا رفت و این در این زمینه هزینه های جنگ ویتنام بسیار سنگین بود. اون پشتوان طلا دیگه کافی نبود با اون پول در گردشی که چاپ کرده. در نجا آمد آقای نیکسون یه شبه پشتوانه طلا رو برداشت و از اون موقع نفت خاورمیانه شد پشتوانه طلای، پشتوانه پول آمریکا. یعنی اینکه در این بازی به هم خوردن جنگ ویتنام و جنگ کره دو کشور رو به شدت رشد داد در آسیا، یکی کره جنوبی بود، یکی ژاپن بود، چون در صورت بسیاری از نیازهای جنگی آمریکا تو محل تولید میشد، دیگه صرف نمیکرد مثلا جیپ رو از آمریکا میارن اونجا، از هزینهش بالاتر، تولیدش گرانتر، اونجا کارگر ارزانتره، تو به محل جنگ هم نزدیکتره. در نتیجه مثلا این افسانه کره رو میگن، حتی رشد عجیب ژاپن یه بخش زیادیش ناشی از این دو جنگ بوده، جنگ کره و جنگ ویتنام، که به اصطلاح اینا به شدت نفت بردن، رشد اقتصادی کردن، رشد صنعتی کردن به خاطر نیازهای آمریکا در نزدیکی جبهه‌های جنگ. حالا با توجه به اینها موازنه تجاری آمریکا به هم خورد. چه اتفاقی افتاد؟ دلارها رفت کجا؟ اون موقع ژاپن، دلارها رفت اروپا، فرانسه، آلمان، چون اینا جنبه صادراتی تری به خودشون گرفتن و آمریکایی‌ها برای اینکه این پولا رو دوباره برگردونن، موازنه رو درست کنن، از اون زمان است که نفت خاورمیانه اهمیت پیدا کرد و جنگ در خاورمیانه برای سیاست آمریکا به حفظ موقعیت دلار به نقش کلیدی تبدیل شد. یعنی چی؟ خب باید یه مسابقه تسلیحاتی را بندازه. بعد چه اتفاق میفته؟ خب کشورهای نفت خیز
شروع کنن خریدن اسلحه از آمریکا. چه اتفاقی میفته؟ اینجا به اصطلاح قیمت نفت باید ببره بالا. و اتفاقا اون سالها خود آمریکا مدافع سرسخت افزایش قیمت نفت بود. چه اتفاقی میافتاد؟ خب ژاپنیا نفت 98 سنت میخریدن، نفت 1 دلار و 20 سنت میخریدن، آلمان ها همینطور، اروپایی ها همینطور. یک مرتبه نفت برز مدت کوتاهی شد 10 دلار و 20، یعنی 10 برابر هزینه آلمان ها و ژاپنیا و کشورهای مصرف کننده نفت رو به شدت بالا. دلار ها اومد کجا؟ دلار از ژاپن سرازیر شد برای خریدن نفت به خاورمیانه، به دست ایران، عربستان و این کشورها. دلار های اروپایی هم سرازیر شد. حالا اینجا آمریکا راحت دلار ها رو میتونن برگردونن آمریکا. از طریق چی؟ از طریق صادرات اسلحه. از این نظر آمریکایی ها به شدت به خاطر حفظ موقعیت دلار و به هم خوردن اون چیزی چی میگه توازن تجاریشون چیکار کردن؟ به مسابقه تسلیحاتی و جنگ در خاورمیانه از اون زمان دامن زدن و این راهبرد بزرگ حفظ دلار بود. خب تا به همین دلیلم همیشه توی خاورمیانه میبایست برای دوشیدن عرب ها یه لولو براشون درست کنن. یه دوره این نقش شاه بازی میکرد، بعد عرب ها میمدن تهران دست بوسی میترسیدن. بعدم در مطبوعات خودشون سعی میکنن چهره شاه رو یه چهره تهاجمی نشون بدن که ممکنه حمله کنه، کویت بگیر اصلا ممکنه فلان کنه. بعد اومدن صدام رو لولو کردن دیگه، اینقدر لولوش کردن که خود صدام هم برش مشتبه شد که اگر کویت بگیره چه اتفاقی نمیفته. همیشه این لولوها رو لازم دارن که تشنج تو خواهر بی ثبات کردن خواهر میانه. حالا سیل اصله به طرف خواهر میانه سرانزید است همه. حالا دیگه طوری شده که اوکراین یکی از صادر کنندگان، امروز شنیدم برزیل یکی از صادر کنندگان اسلحه به خاورمیانه بوده برای همین تروریست ها، یعنی میمده به دست اینا میرسیده، از گرفته سربستان گرفته تا همه جا. بعد از اینا بیستباد میشه آشو. بعد اسلحه اصلی رو که دیگه هواپیما های گران قیمت و کشتی های گران قیمت و تانک های گران قیمت خودش میفروشه به اون کانونای هستی و همه را در ترس و حراس. به همه دلیل داعش بهترین چیز لولوی هست برای آمریکایی‌ها که هم روسا را بترسونه، هم کشورهای به خصوص خاورمیانه رو به وحشت بندازه که دست به دامن آمریکا بشن برای امنیتشون، و هم اروپایی‌ها رو به وحشت انداخته. الان وحشتی که تو اروپا هست از داعش و عملیات تروریستی بسیار بسیار بالاست، و به همین دلیل آمریکا و اسرائیل این کارت رو نمیخوان دست بدن. اما با توجه به این توضیحاتی که گفتم، وضعیت دلار به عنوان آقای جهان، به عنوان یه استراتژی کلان اقتصادی پشتش خوابیده، آمریکایی‌ها تونستن به اصطلاح هم وابستگی جهانیان رو به دلار حفظ کنن و همین که مشکلات خودشون رو با چاپ دلار، چاپ برخلاف چین که باید کار بکنه تا دلار جمع بکنه، آمریکایی‌ها نه، با چاپ دلار این کارو میکنن. خب چه اتفاقی افتاده الان؟ داره میفته. اما این به خاطر همینم ابزار تحریم اقتصادی در دست آمریکا، به خاطر که پولشون جهانیه، یا ابزار کشنده، ابزار بسیار چیز. بسیاری از معاملات با دلار صورت میگیره، بدون دلار نمیشه زیاد اظهار وجود کرد در عرصه مبادلات جهانی. به همین دلیل یکی از چیزهایی که امر حمله به عراق رو تسریع کرد همین بود که آقای صدام حسین اعلام کرد نفت رو به دلار نمیفروشم دیگه، میخوام به یورو بفروشم با ارزهای دیگه. یکی از دلایل حمله به لیبی هم همین بود که اونم رفته بود ذخایر طلای خودش افزایش داده بود، پول لیبی رو داشت تبدیل میکرد به پول آفریقایی، یعنی به اصطلاح ذخایر ارزی قابل توجه
توی کشورهای فقیر آفریقایی به جایی که به دام بانک جهانی بیفتن، به دام بانکهای با خصوص فرانسوی بیفتن که به اصطلاح کمرشکن به اصطلاح برهاشون و مستأصل میکنه کشورها رو، اصلا یونان رو که اصل و فرع به اصطلاح این وام ها کمرش شکنده دیگه. آمد گفت من وام بسیار ارزان قیمت میدم. اینجا یک جنگ مالی با بانکهای فرانسه شروع شد. اتفاقا فرانسوی ها برای سرنگونی قذافی از خود آمریکایی هم خوارتر عمل کردن. به همین دلیل هم است که وقتی مثلا اقتصاد ایالات متحده دچار مشکل میشه، اقتصاد دیگر کشورها رو هم دچار مشکل میکنن. بحران به خاطر همینم هم نگاه بکنید که حتی از بحران های قدیم هم وقتی که بانک های نیویورک یا بورس نیویورک دچار بحران میشه، به سرعت سرایت میکنه اروپا را فلج میکنه، همه جا را فلج میکنه. این استراتژی اقتصادی یه مسئولیت نسبی هم برای آمریکا است که هیچ کشوری در جهان در تاریخ از اون برخوردار نبوده. ته تاریخ بسیاری از قدرت های بزرگ، ابرقدرت ها، دلیل مشکلات اقتصادی فرو پاشیدن، به من جمله خود همین شوروی. اما وقتی پای آمریکا میاد، این امتیاز استراتژی رو داره که فروپاشی اقتصادیش رو به تعویق بندازه و همین دلیل دلار هست. خب به همین دلیل مثلا وقتی که بخواد ایران رو به زانو در بیاره، همین مسئله دلار باز میاد جلو و تحریم. در دهه اخیر تعداد سیاستمدارانی که در ایالات متحده از این دلار به عنوان اسلحه به تحریم مالی به اینها استفاده کردن، یه سری کشور رو به زانو در آوردن، به تسلیم واداشتن و اینها زیاد بوده. به حدود 35-6 کشور همیشه در حال تهدید و تحریم بودن و این اثرات کوتاه مدت خودش داشته. اما اگر دقت بکنید، کشورهای متخاصم یا کشورهایی که به عنوان عنصر نامطلوب در سیاست های آمریکا ترقی میشن، راهکار جدیدی پیدا کردن و مبتکرش هم روسا بودن و چینی ها و هندی ها ادامه دادن. امروز کشورهایی که با چین مشکلاتی روبرو هستن در حوزه دلار، سعی میکنن معاملات خودشون رو دو ارزی کنن، یورو یا شیوه دیگه. به خاطر همین آمریکایی ها چون این ابزار دلار رو از دست بدن، فرو میپاشن. دشمن مهمشون یورو است، باید این دشمن رو نابود کنیم. و به همین دلیل هم برخلاف تصور همگان، برای بی ثبات کردن اروپا و یا بی ثبات کردن این پول و ارزش انداختنش به عنوان یک ارز بین المللی، دست به هر اقدامی خواهند زد. خب امروزه کشورهایی که با چنین تحریم های مواجه هستن به فکر افتادن که در ارتباط اقتصادی خودشون رو خارج از حوزه دلار کنن و تن دادن دیگر کشورها به این داستان زمینه استراتژیک فروپاشی دلار را رقم میزنه اگر موفق بشه. و به همین دلیل الان روسا مثلا با اردوغان یه کاری که کردن برای آمریکایی‌ها بسیار بسیار ناراحت کننده است. سخت، حالا چیزی نمیگن، ولی این است که آمدن با روسا گفتن معامله پای پای. یعنی چی؟ یعنی روبل روسی با واحد پول ترکی میتونن با هم معامله کنن، نتیجه به دلار نباشه. در شرایط دیگه نه، اول هم روسا باید دلار داشته باشن، هم ترکا باید دلار داشته باشن تا بتونن معامله انجام بشه. حالا اونو حذف کردن. با مصر هم همین کار کردن، با ایران هم دارن همین کار میکنن. این بسیار برای لحاظ استراتژی برای آمریکای خطرناکه و دیگر کشورها هم به این فکر افتادن. چین بزرگترین طلبکار ایالات متحده، امروز به سمت امضای قراردادها با کشورهای دیگه پیش میره که دیگه دلار نباشه. هند هم داره همین کار میکنه و همه کشورهایی که به این سیستم میپیوندن، خود به خود از سیستم استراتژیک اقتصادی ایالات متحده خارج میشن. و اینجاست که تنها راه حل برای آمریکا چی میمونه؟ نظامیه، که با جنگ نظامی چیکار بکنن؟ این کشورها رو وادار به تمکین بکنن، خروج کشورهای مختلف، مخصوصا اونهایی که از اقتدار اقتصادی سیاسی و نظامی
بزرگی برخوردار هستن، منجر به این میشه که در صورت سقوط مجدد اقتصاد ایالات متحده ضرر نبینن. به خاطر همین از مدت تا قبل روی چینی ها که بزرگترین ذخایر ارزی جهان رو دارن، که خوب چندین هزار میلیارد دلار ذخیره ارزیشون دارن، چند عرضه دارن میکنن، یعنی اگر دلار سقوط کرد بس عرضهای دیگه باشه، و و معاملات رو با پولهای ملی خودشون سعی میکنن انجام بدن، و این به خاطر خباثت و یا حماقت استراتژیکی است که خود آمریکایی‌ها کردن. یعنی دلار رو تبدیل به یک ابزار سرکوب و تحت فشار قرار دادن به اصطلاح کشورها به شکل افراطی در آوردن، که همت راحت میشینن توی کاخ سفید و کنگره و اینا هی تصمیم به تحریم تهدید و فلان، و به کشورها به فکرهای دیگه میفتن و کار به اونجا میرسه که حجم مبادلات با پولهای دیگه بر دلار غلبه پیدا میکنه و دیگه دلار پول جهانی نیست و آمریکا دیگه نمیتونه به هیچ وجه این چاله چوله های بزرگ اقتصادی خودش رو با چاپ کردن هی دلار پر بکنه. در شرایطی هم هستیم که چین قولاسا داره میاد جلو جلو، چین و آمریکا در جهت های و مسیرهای متفاوت دارن حرکت میکنن، در صورت پکن سعی میکنه با همکاری مراکز فناوری عالی مثل آلمان در صنایع تکنولوژی که بسیار تکنولوژی پیشرفته در آلمان، و از طریق آلمان ها صنایعش روباتیزه کنه، خودکار کنه، در زمینه انرژی غیر فسیلی هم آلمان ها من فکر میکنم حرف اول رو دیگه میزنم، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، اینجور انرژی ها حرف اول رو میزنن، و چین به اصطلاح به شدت خریدار ایناست و سرمایه گذاری کرده، ماشینالات پیشرفته به سرعت به مرکز سرمایه گذاری خارجی کشور تبدیل شده. در مقابل واشنگتن در همکاری با وحشی ترین متحدان خودش با حداقل به اصطلاح مناطق تولیدی مثل عربستان سعودی و اینها و اسرائیل به اصطلاح پیمان استراتژی ها دراز مدت میبنده. چین با وامگیری و نوآوری پیشرفته در روش های تولید در برتر شدن اقتصاد جهانی در حال پیشرفت و پیشروی سریعه، در حالی که آمریکا برای ترویج جنگ های مخرب دستاوردهای عظیم تولیدی گذشته و خودش رو هم به صراحت از دست داده، و این وضعیتی است که داره اتفاق میفته. در صورت رشد اولیه چین بر مبنای کارگر ارزان بوده، مالیات کم بوده، مقداری قوانین و مقرراتی بوده که بر سرمایه های خارجی میبسته و از این طریق سرمایه خارجی جذب کرده، سرمایه خارجی میلیارد و سرمایه های میلیاردی داخلی رو که نرخ سود بالا داشته و مشکلات کم، یه تحرک اقتصادی عظیم به وجود آورده. در حالی که اقتصاد رشد میکنه، اقتصاد چین سوی افزایش تخصص فناوری بومیش هم حرکت میکنه و خواستار حجم داخلی بیشتری از کالاها میشه، و چین میاد شروع میکنه سرمایه گذاری در صنایع بالادست و اوضاع رو کاملا برنامه ریزی شده پیش بره و موفقیتاش بسیار زیاده. چین موفق میشه در صورت چیزای صنایع نوآور شرکت مهندسی آلمانی رو بخره. استراتژی چین کسب برتری در آینده صنعت دیجیتال، و میبینیم که سرمایه گذاری های چین در اروپا شگفت انگیزه. در سال 2016 کارگزاران چینی 37 شرکت آلمانی رو در مقایسه با سال اصطلاح قبلش که 39 شرکت در سال 2015 است به دست میگیرن. کلیه سرمایه گذاری های چین در آلمان رقم 22 میلیارد دلاره. در انگلیس تمام صنایع تولید انرژی اتمی رو میگیرن و چین انگلیسی ها به وحشت میفتن، یه پاتک میزنن انگلو ساکسون ها که این خطر هست برای ما که سر به زنگا چین یخمون در خاک خودمون بگیره.
و هم داره شروع کردن مقاومت کرد، چه در استرالیا چه در انگلستان. ولی چه در صورت چین همینطوری با صنعت داره به وجود جلو میاد. امپراتوری انگلو آمریکایی و آلمانی در وضعیت دفاعی قرار گرفتن، اونا به طور فزاینده دیگه نمیتونن از نظر اقتصادی حتی در دفاع از صنایع نوآور خودشون با چینی ها رقابت بکنن. این وضعیت رو حالا من میخوام با جزئیات به اصطلاح توضیح بدم، بخش بزرگی است. اما همزمان با این ما وارد یک فازی میشیم که بازوی، یعنی شاید این پیشبینی عجیب و غریب نباشه که در مقابل ناتو و غرب یا بازار مشترک اروپا چی میگن اتحاد آسیایی ها به وجود بیاد. یه زمانی آقای شایگان یک کتابی در آسیا در مقابل غرب، بعید نمیبینه آدم که این اتفاق داره میفته، چون این پیشروی ها و تهدید ها و تجاوزات و اهرام نظامی رو، چون آمریکایی هیچی دیگه ندارن به جز تهدید نظامی، هیچ کاری دیگه نمیتونن بکنن، جون بی‌ثباتی و جنگ هیچ کاری نمیکنن. و این صنایع نظامیشون هم که صنایع برتر هست واقعا، فقط از طریق ایجاد جنگ و بی‌ثباتی هست که باید به اصطلاح به چرخ و تولید بکنه و ادامه پیدا بکنه، و این جزء چیزی اونها شده. در صورتی که چین اقتصادش بر این نیست، بر بازاره، بر تولیده. اقتصاد آمریکا بر جنگه، بر به اصطلاح موتور اقتصاد آمریکا جنرال موتورز و شرکت های معظم بزرگش، اگر جنگ نباشه بخش زیادی از این صنایع میخوابه. در صورت اینا را خواستم. ببخشید ما صدامون دوباره دیلی داره. عرضم به حضور شما ممنونم، سپاسگزارم، فرمایش درسته. اما یادمون باشه که یکی از مشکلاتی که وجود داره، مثلا ازش نام میبرید چین، خب وضعیت کارگران در چینه که از وضعیت بدی برخوردارن. نه سندیکایی داره، نه نمیدونم بهداشت کار داره، هیچ کدوم اینا نداره. یه جوری استثمار کارگره و کارگرای فقیر و بدبخت و اونجا به کار گرفتن و به طور وحشتناک ازش دارن سوء استفاده، یعنی اینو بردگی کامله. توی به سمت غرب چین که حرکت میکنی اوضاع دیگه بسیار بهتره. چند تا شهر بزرگ داره که اون شهرها خب ظاهری زیبا دارد، بسیار هم زیبا و پیشرفته است از نظر تکنیک و صنعت و اینا، خیلی قوی هم دیگه، یعنی جاده سازی، ساختمون سازی اینا واقعا درجه یکن. ولی خب در ازاش اون یه سری مسائل خاص خود شده. به هر حال دنیا هم تو که فرمودی دنیای پیچیده است امروز و گرفتاری های خاص خودشو داره. یعنی ما 20 سال پیش چنین چیزی رو هرگز نمی توانستیم تصور بکنیم. من یه روز دیگه هم برای این دوستان تعریف کردم این قصه رو که اگر به دنیای امروز ما بخوایم نگاه بکنیم، اصلا با پایه های فکری ما هیچ تناسب و سنخیتی ندارد. یعنی این که فرض فهمید که مثلا همین داستانه که یه بار گفتیم 1988 شرکت کوداک که کار فیلم و عکاسی رو نامیکرد 170 هزار کارمند داشته، همکار داشته، ایمپلوی داشته، و 85% از کاغذ عکاسی دنیا رو کوداک میداده. 85%. و بازم گفتیم که خود همین کوداک مبدع و مبتکر همین دوربین دیجیتال بود. اصلا خودش اولین شرکتی بود که دوربین دیجیتال درست کرد، ولی هرگز فکرش نمیکرد که چند سال بعدش کوداک مثلا اعلام ورشکستگی بکنه. یا مثلا فرض کنید که خیلی داستانهای دیگه وجود داره، مثل اوبر، یه شرکت تاکسیرانی، بزرگترین شرکت تاکسیرانی جهان، یه دونه تاکسی از خودش نداره. محاسبات ما و محاسبات گذشته فهم میکنه دنیا به درستی تعریف کرده یا رئیسی که تغییر کرده، 7 سال گذشته اون تصویر درستیه، اوباما با
اردوغان دست در دست هم در گوشی میگفتن، امسال آقای پوتین در گوش او حرف میزنه و اوباما این ور صحنه است. ولی اون چیزی که مهمه اینه که تو این ماجرا وضعیت من دوباره امروز قایقای نمیدونم کجکوله ایران گیر دادن به نافایی که به قول شما ارتش قوی دنیا مدرن داره، ناو شکسته ای که از چین و ژاپن تهیه کردن رفتن جلو اونا مانور دادن. نمیدونم اینا قصدشون یه چیز بیشتر نیه، اینا خیال میکنن که بر اساس همین اشتباه محاسبات، همین تفکراتی که مربوط به گذشته است، هر بار اتفاقی در خلیج فارس میافتاد به سرعت برق و باد اثر میذاشت رو نفت، قیمت نفت میرفت بالا. دیدی که دیروز اعلام کرده که آقای یارو زنگره پسرخاله میرحسین موسوی گفته که نفت رو باید 50 دلار بکنیم تو اوپک، خب خوب میشه سقفش رو برسونیم به 50 دلار. خوش همیشه زیر قیمت میفروشه، حالا اگر میکنم 50 دلار اون 35 دلار میفروشه و تازه اگه دکل دوزی و کشتی دوزی توش نباشه همیشه زیر قیمت 10 دلار 15 دلار از تاریخ اولش نشون داده که زیر قیمت فروخته. خب این فهم میکنه الان یه همچین مانوری انجام بده قیمت نفت یه هم میشه مثلا 800 دلار، نمیشه، تکون نمیخوره. این محاسبات گذار به آقای رئیس. خیلی ممنون، اگر جمله هست موضوعی هست باقی مانده بفهمید که از حضورت مرخص بشیم، در صورت ممنون و سپاسگزارم از حضورت در برنامه. بفهمید سپاسگزارم از شما. ولی مسئله نفت رو گفتی، در صورت یاد داریم که عربستان برای به زانو در آوردن ایران و روسیه به خصوص که با حضورش در سوریه معادلات رو شدیداً به ضرر عربستان تغییر میداد، جنگ نفتی رو آغاز کرد و این جنگ نفتی با افزایش بی‌رویه تولید و طبیعتاً با سقوط قیمت نفت تو هم شد و سقوط چشمگیر کرد و خودش هم توی این آتش سوخت. بالاخره یکی از نتایج مهم این اجلاس گروه 20 این بود که روسیه و به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت عربستان همینطور دیگه عرب ها عقب نشینی کردن، اعلان جنگ نفت رو پس گرفتن، با روسیه برای ثبات در بازار نفت به توافق رسیدن و در صورت اینم یه پیروزی بزرگی است برای روسیه، چرا که در صورت بخش بزرگی از درآمد خارجیش یا ارزش از طریق صادرات نفت است و برای ایران هم این حق رو قائل شدن یا حداقل روسا تاکید کردن که ایران هم به اصطلاح حق داره تا سقف تولیدش رو تا حد قبل از تحریم ها بالا ببره و در صورت یه بخشی از این جنگی هم جنگ نفتی است و در آخر سر هم جنگ همه جانبه ایران و عربستان از حالت جنگ نیابتی که با هم داشتن داره رو در رو میشه. شیخ عبدالعزیز شیخ مفتی اعظم رسمی عربستان در پاسخ به آقای خامنه ای رهبر دینی ایران گفته بس ایرانیان دشمنان مسلمانان به ویژه اهل تسنن هستن، تاکید روی ایرانیان کرد، فقط شیعیان نیست، چون اگر بگه شیعیان موقع خیلی از عرب تبارها و عرب زبان ها هم شیعه هستن، شیعیان بحرین، شیعیان عربستان، شیعیان لبنان، شیعیان عراق، تأکید کرده ایرانیان دشمن مسلمانان بیوجه اهل تسنن است. در صورت این درگیری خامنه ای و آقای پادشاه عربستان و درگیری ایران اونها به خیلی از حوادث منطقه شکل جدیدی داره میده و بعد از اون نشست پاریس مجاهدین با حضور مثلا فرانس عربستانی که عملا جنگ مستقیم رو عربستان شروع کرد که
از مجاهدین حمایت مطلق رو آغاز کرد و مجاهدین هم شهرت دارن به یک به اصطلاح عملیات بازوی نظامی و عملیات نظامی و کمک های مالی بیدرک سرازیر شد. به دنبال اون جمهوری اسلامی سپاه شیعه رو اعلام کرد و بعدم در صورت گروه های قومی رو عربستان سازمان داد. جنگ مسلحانه حزب دموکرات کردستان با شگفتی و ناباوری بسیاری از کردها حتی روبرو شد که در صورت آقای هجری هم اعلام کرد برای بی‌ثبات کردن داخل ایران که سرمایه گذاری نشود این جنگ رو آغاز کرده، ولی جمهوری اسلامی از او بر کولبرای بیچاره رو و بسیار زخم دیده رو هر روز روی مرزها میکشه تحت عنوانی که ممکنه کولبرها اسلحه وارد کنند و یا بیش از 800 دکتر در کردستان به دلیل ناامن شدن منطقه توسط حزب دموکرات منطقه کاری خودشون رو ترک کردن و یک مصیبت بزرگ داره برای کردها اتفاق میفته. جنگ مسلحانه حزب دموکرات و جمهوری اسلامی که اون منطقه رو کاملا نظامی، پلیسی، امنیتی کرده و جان بسیاری از کردها را به خطر انداخته و اولین منطقه ای که آسیب میبینه از ناامنی که سرمایه گذاری درش صورت نگیره و فرار سرمایه صورت بگیره و منطقه ای که توریسم مناطق دیگه ایران رو به شدت جذب داشت میکرد عملا به یک منطقه نظامی و آسیب فراوان به کردها وارد میشه. یک بازی در صورت به مقیاس هم در رقابت ایران. سپاسگزارم از شما. بله، از اینکه دنیا بسیار آشفته است هیچ شکی درش نیست، ولی ما هم گرفتار یه نظام سراسر فاسد هستیم که هر روز بخشی از فسادش بیرون میزنه. ممنون و سپاسگزارم از شما، از حضور در برنامه. برای خودت، عزیزانت و خانواده معزز آرزوی بهترین دارم. رخصت میطلبیم تا هفته آینده که بار دیگر با شما صحبت کنیم. ممنونم آقای، سپاسگزارم. مرسی. بعدها شنیدیم صحبت های آقای رئیسی رو و هر کس نظر خودش رو بیان میکنه. شما هم نظرتون رو میتونیم بیان کنیم، ولی خوبه که تأمل داشته باشیم، بشنویم. از درون شنیدن است که ما میتونیم درک مطلب بکنیم، وگرنه چشممون رو ببندیم، گوشمون رو ببندیم، فقط دهنمون رو وا کنیم یا آدرس قلابی رو هر فضیت بگیم با آدرس قلابی سنگ بزن در خون مردم در ریم، که این کار کودکانه است. خودمونم بچه بودیم زنگ زدیم در خون مردم در رفتیم زوی و ازو، ولی مال بچگیه، مال الان نیست. مال اون شرایطی بودش که تو مدرسه ها شیر و موز و تغذیه رایگان میدادن، انرژی رو باید یه جوری تخلیه میکرد. امال مملکتی که فقر سر روش بالا میریزه و هر روز گوشه ای از جنایتش معلوم میشه. واقعا مشمئز کننده بود این گفتگوی آقای مصداقی که چه زحمتی میکشه این نازنین، این جوان مرد، و بالاخره فکر کن اینجا رفته تا ژاپن بهانه که با اینا بشینه همین حرفشو بزنه. حالا تو هر چی میخوایی بگی بکن. ممنونم از شما، سپاسگزارم. اگر این برنامه ها رو دوست داشتی لطف کن برای دیگرانم بفرست، از طریق ایمیل، فیسبوک، نمیدونم تویتر، گوگل پلاس. ما این لینک ها رو اونجاها قرار میدیم. اگر عضو صفحات ما باشی، اگر عضو فن پیج ما بشوی، در نچه از طریق فیسبوک اینا میرسه. رو تویتر باشی رو تویتر میاد، روی گوگل پلاس باشی از طریق گوگل پلاس. به هر حال اینا اونجا هستن دیگه، بقیهش دست شماست. از کاوه نازنینم تشکر میکنم که زحمت فراوان میکشه
و بالاخره این خبرها رو همه رو در یه صفحه جمع میکنه، ویدیو، لینک، نمیدونم فیلم سینما، همه رو در یه صفحه مثل راحت العلوم در اختیار من و شما قرار میده. ولی بعدها او هم برای کاری که میکنه هزینه پرداخت میکنه. ما باید همه با هم کمک کنیم تا سازمان هامون شکل بگیره. تا اون سازمان های ما شکل نگیره کار ما پیش نمیره. لطف کنید ما را حمایت مالی کنید. بخش مقالات رو هم فراموش نکنید. متشکرم از شما.